یوگسلاوی، سالهای پایانی دهه 1980 میلادی. به رغم کمک‌های دولتی به روزنامه‌ها و جراید کثیرالانتشار مثل روزنامه پلیتیکا و چرنی نوستی، بحران شدید مطبوعات کشور را فرا گرفته. میزان نشریات باطله که مردم از خرید اون امتناع میکنن روز به روز داره بیشتر میشه، طوری که به شوخی میگن اگه 100 تا روزنامه تو بلگراد چاپ بشه 101 دونه روزنامه باطله میشه. اما چرا مردم یوگسلاوی به روزنامه ها اعتماد ندارن؟ برای درک درست این بی‌اعتمادی باید چند سالی توی همون کشور به عقب برگشت، وقتی هنوز مارشال تیتو زنده بود و حاکم بی‌رقیب یوگسلاوی. سال 1950 در اوج تیرگی روابط مسکو بلگراد، یه دستورالعمل سه‌خطی از سوی دفتر حزب کمونیست به همه رسانه‌های یوگسلاوی ابلاغ میشه. با توجه به تبلیغات منفی مسکو علیه دستاوردهای رهبر عظیم کشورمان مارشال تیتو و نظر به استفاده دشمنان جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی، رأی بر آن است که تا اطلاع ثانوی انتشار هر گونه اخبار از پیشرفت‌ها و تحولات کشور تنها با اجازه کمیته آمارگیری و اطلاعات حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی شوروی مجاز خواهد بود. دقت کنید، تا اطلاع ثانوی. اما این اطلاع ثانوی تا 42 سال بعد، یعنی تا 1992 و فروپاشی یوگسلاوی، همچنان ادامه پیدا میکنه. با اینکه تیتو در بین اهل تاریخ و سیاست به دیکتاتور خیرخواه بالکان شهرت داره، اما در دوره زمامداریش مطبوعات رو هرگز دوست تلقی نمیکرد و شاید به همین دلیل هم بود که ترجیح میداد روزنامه نگاران به هیچ آماری دسترسی نداشته باشند. تا جایی که وقتی بعد از مرگ تیتو پتار استانبولیچ جاش رو میگیره، با اینکه تا قبل از اون نخست وزیر کشور تیتو بود، در خاطراتش نقل میکنه که تو کشوی میز ریاست جمهوری پرونده هایی رو پیدا کرده که نشون میده تیتو برخی آمارهای رسمی کشور رو حتی از کابینه دولت خودش هم مخفی نگه داشته. حالا با یادآوری این نکته که از معدود سفرهای خارجی علی خامنه‌ای، اون هم تو دوران ریاست جمهوریش، سفر به همین کشور یوگسلاوی بوده، به ایران برگردیم. کشوری که علی خامنه‌ای تنها یک سال، بله فقط یک سال بعد از سفرش به یوگسلاوی به رهبری اون رسید. حالا شاید درک این موضوع ساده تر باشه که چرا در دوران رهبری 34 ساله خامنه‌ای اوضاع مطبوعات و رسانه‌ها در کشور خودمون هر روز بیش از دیروز عقب رفته و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و آمارهای محدود و محدودتر شده. تا جایی که در آخرین نمونه انتشار آمار نوزادانی که با معلولیت متولد میشن هم محرمانه اعلام شده. چرا؟ چون برای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت آقای خامنه‌ای طرح غربالگری در دوران بارداری ممنوع شده و به تبع اون ضریب تولد نوزادان دارای معلولیت که تا پیش از این با تشخیص در دوران بارداری اجازه سقط جنین داشتن هم به شدت افزایش یافته. از طرف دیگه هم رویکرد رسمی حکومت برخورد همه جانبه با روزنامه‌نگاران بوده و هست، تا جایی که ایران رو به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان مبدل کرده. این دو تا قطعه پازل در کنار هم، یعنی محرمانه شدن خبرها و آمارها و افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران، تنها یک نتیجه داره: دست باز حکومت برای جا اندازی هر دروغی به جای راست در افکار عمومی جامعه. در استانبول ترکیه، هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار با ماست که موضوع فشار بر جامعه مطبوعاتی ایران رو از نزدیک دنبال کرده. هدیه، خوش اومدی به دیکود. محرمانه شدن آمارها در ایران به چه معناست؟ آیا دایره استیلای حکومت حتی تا زاد و ولد ایرانی هم نفوذ کرده؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز. خب در مورد موضوعی که مطرح کردین در مورد غربالگری و محرمانه شدن آمارهای کودکانی که به صورت معلوم متولد میشن، من یادم هستش که در سال 1400 وقتی که این موضوع مطرح شد از طرف معاون زنان کابینه ریاست جمهوری، یه سری از نیروهای تندرو در بدنه جمهوری اسلامی اومدن اعلام کردن که خب از به بعد دیگه 700 هزار کودکی که به دنیا میان دیگه اگر که معلول باشن آمارشون رسانه‌ای نمیشه و خب اینها به دنیا خواهند اومد.
و خب در شرایطی هستیم که در ایران واقعیت این هستش که هیچ خبری مورد اعتماد مردم قرار نمیگیره و آمارها همیشه نسبی هستش و هیچ وقت مردم بهش اعتماد ندارن، به خاطر اینکه به حکومت اعتماد ندارن. اما به هر حال ما شاهد یه فشار روزافزون به روزنامه نگاران در ایران هستیم و بازداشت خبرنگاران به جرم انجام وظایف ذاتی روزنامه نگاری. آیا حکومت رازهایی داره که از افشای اونها هراس داره، یا گزارش ناکارآمدی های حکومت موجب چنین هراسی در بدنه حکومت در برخورد با روزنامه نگاران میشه؟ به هر حال ما میبینیم که حتی یک روزنامه نگاران که خب به جای خود، حتی شهروندان عادی هم که از یک جرم بزرگی که از سمت حکومت داره اتفاق میفته اطلاع رسانی میکنن، سریع خیلی سریع بازداشت میشن و جرمی که برای اونها در نظر گرفته میشه تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی هستش. خب این چیزی هستش که حکومت ازش میترسه که به هر حال اون اتاقهای تاریک جمهوری اسلامی که یه سری فجایعی رو در بین مردم ایجاد میکنه همیشه در یک سکوتی باقی بمونه. ولی خب از اونجایی که شهروند خبرنگارها هم در کنار خبرنگارها دارن افشاگری میکنن، روز به روز دامنه فساد حکومت و اون جنایتهایی که داره انجام میده روشن میشه. من به عنوان کسی که در ایران خبرنگار میدانی بودم، همه جای حکومت از دبیرستان تا خیابون تا هر جای ماموران حکومت، چه به صورت لباس شخصی و چه به صورت مامورانی که به صورت ملبس هستن حضور دارن و به محض اینکه حالا ببینن که خبرنگار هستی یا اینکه لباس شخصی هستی، خیلی سریع اقدام میکنن و از تو بازجویی میکنن و سریع میبرن در نهادهای امنیتی و ازت میپرسن که تو برای چی دنبال همچین موضوعی داری میری و دنبالش میکنی. یعنی این راههایی هستش که حکومت برای جلوگیری از اطلاع رسانی داره انجام میده، حالا در مورد جرم ها و در مورد مجازات هایی که در مورد این قضیه صورت میده و کانالیزه میکنه، که حالا خیلی حرفای زیادتری هم وجود داره. خب اتفاقا همین شرایطی که وظیفه خبرنگاران در خارج از کشور رو سخت‌تر میکنه. چگونه میشه شبکه‌ای رو ایجاد کرد بین خبرنگاران داخل که دستای محدودتری دارند برای انتشار اخبار، و رسانه‌ها در خارج از کشور یا خبرنگاران مستقل در خارج از کشور که بتونن این جریان سازنده اطلاع رسانی رو به کمک همین شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آزاد پیش ببرن؟ درسته. خب ما میبینیم که الان حالا به خصوص بعد از انقلاب مهسا، این کانال های اطلاع رسانی روز به روز داره از طرف شهروند خبرنگارها افزایش پیدا میکنه. روزنامه‌نگاران هم که در ایران میبینیم که با وجود همه محدودیت ها دارن همچنان اطلاع رسانیشون رو انجام میدیم و خب نمونه بارزش نیلوفر و الهه محمدی هستن که و نیلوفر محمودی و الهه محمدی هستن که الان در بازداشت هستن، فقط به خاطر اینکه از یک فاجعه اومدن اطلاع رسانی کردن و خب فاجعه که بارها و بارها در ایران داره اتفاق میفته، ولی چون اطلاع رسانی کردن بازداشت شدن و زیر دستگاه، زیر فشار دستگاه امنیتی هستن. همیشه همینطوری هستش در ایران، فرق نمی کنه چه اطلاع رسانی در مورد پلاسکو باشه، چه در مورد مرگ یک کودک در خیابون که حالا پدر مادرش به دلیل فقر اون رو رها کردن باشه، همه این جرم ها، همه این اطلاع رسانی ها در ایران با جرم امنیتی مواجه هستش و اصلا نمیتونی بفهمی که خب الان خط قرمز کجاست و الان تو کجا میتونی اطلاع رسانی بکنی، به خاطر اینکه پایه های حکومت سست هستش و با هر چیزی میلرزه و خب ما میبینیم که خبر رسانی در مورد یه چیز خیلی کوچیک هم میتونه جرم خیلی بزرگی داشته باشه. بی‌نهایت از تو ممنونم هدیه کیمیایی که در این بخش از دیکود با ما همراه بودی.